سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. آلفرد ادلر روانشناس مشهور و پایه‌گذار مکتب روانشناسی فردی و از مریدان زیگموند فروید میگه انسان از کودکی شروع به رشد کردن میکنه تا وارد جامعه بشه. مصیبت‌ها از زمانی شروع میشه که کودک به اندازه کافی رشد نمیکنه تا به سمت جامعه بره. انسان یک غریزه اجتماعی داره. دوست داره با دیگر انسان‌ها در ارتباط باشه، دوست باشه، صحبت کنه، اونها رو بشنوه، بخنده و بدونه که عضو یک جامعه است. همه ما حداقل یه دوست رو داریم. چون ما انسانیم و نیاز داریم تا با انسان‌های دیگه در ارتباط باشیم. اما این ارتباط اهمیتی به مراتب بیشتر از چیزی که فکر می‌کنیم داره. شاید در کودکی دوستانمون رو بر اساس هم محل بودن، هم مدرسه‌ای بودن، هم باشگاه بودن و حتی هم بازی بودن انتخاب می کردیم. البته در اون زمان هیچ مشکلی پیش نمی اومد و خیلی هم خوب در کنار هم بودیم و وقتمون رو می گذروندیم. اما مشکل اصلی زمانی پیش میاد که بعد از بلوغ نمی دونیم دوستامون چه تأثیری بر روی آینده ما دارن. فکر می کنیم اونا دوستمون هستن و فقط باید باشن همین. خیر، قضیه دوستی در بزرگسالی مهمتر و به مراتب تأثیر بیشتری نسبت به دوران کودکی داره. شاید تعجب کنید اگه بدونید که دوستان شما به راحتی میتونن درآمد شما، رفتار اجتماعی شما، طرز فکر شما، طرز لباس پوشیدن شما و از همه مهمتر شخصیت شما رو شکل بدن. اگر میخواید مطمئن بشید، سه نفر از بهترین دوستانتون رو که در کنار اونها احساس راحتی می کنید رو در ذهنتون تجسم کنید. این سه نفر اونهایی هستن که شما در کنار اونها خودتون هستید، یعنی نقش بازی نمی کنید. حالا یه سوال، اونها چقدر شبیه شما هستن؟ به احتمال زیاد از هر نظر شبیه به شما هستن که در کنار اونها احساس راحتی می کنید. این یه واقعیت محضه. 97% انسان‌ها دوستانی رو انتخاب می‌کنن که در کنار اونها احساس راحتی می‌کنن. آیا می‌دونید 3% باقی مونده چه کسایی هستن؟ قشر ثروتمند هر جامعه. شاید بازم تعجب کنید اگه بدونید افراد ثروتمند از یک استراتژی محرمانه برای انتخاب دوستانشون استفاده می‌کنن. اونها به راحتی افراد معمولی دوستانشون رو انتخاب نمی‌کنن. می‌دونید چرا؟ چون اونها دقیقاً به این واقعیت پی بردن که با داشتن دوستان صحیح میتونن درآمدشون رو افزایش بدن. بله، درست شنیدید. دو تا از راه‌های ثروتمند شدن کارآفرینی و سرمایه‌گذاریه. اما راهی هم وجود داره که به مراتب به روند ثروتمند شدنتون سرعت باور نکردنی اضافه میکنه و اون هم داشتن دوستان صحیحه. در این برنامه قراره با هم بررسی کنیم که چرا افراد ثروتمند مثل افراد عادی دوستاشون رو انتخاب نمی کنن؟ استراتژی محرمانه افراد ثروتمند در انتخاب دوست چیه؟ چطور دوستامون میتونن باعث بشن درآمدمون افزایش پیدا کنه؟ راه‌های دوست شدن با افراد صحیح برای دوستی کدومه؟ قانون جذب، ارتعاشات و کائنات چطور از طریق دوستامون خواسته هامون رو برآورده میکنه؟ اگر میخواید بدونید تأثیر دوستاتون بر سرنوشتتون به چه میزانه و چطور میتونید از داشتن دوستان صحیح در مسیر ثروتمند شدن بهره مند بشید، این برنامه برای شماست. آلبرت اینشتین، یکی از بزرگترین فیزیکدانان معاصر که درک از زمان و فضای دنیای امروزی رو مدیون نظریه نسبیت عام اون هستیم، در یک مصاحبه از اون سوال پرسیده شد که چرا در جمع دانشجویان شما افرادی با معدل دانشگاهی پایین هم اجازه حضور دارن؟ اینشتین پاسخی داد که تا به امروز به عنوان یکی از جملات قصار اون شناخته میشه. هوش انسان مصریه. به زبان ساده تر، شما اگر در دوران مدرسه تمام دوستاتون باهوش بودن و شما اکثر وقتتون رو با اونها سپری می کردید، به احتمال زیاد معدل شما هم همرده اونها بوده. هوش انسان در هر موردی قابلیت سرایت و تأثیر پذیری داره.
IQ انسان تنها یک معیار سنجش هوش در یک روز مشخص، در یک ساعت مشخص و در یک لحظه مشخصه. اکثر نوابغ تاریخ در دوران کودکی به عنوان کودن و یا فاقد صلاحیت ادامه تحصیل شناخته شده بودند، از جمله خود آلبرت اینشتین. اما در کمال تعجب همگان به تاریخ سازان جوامع بشری تبدیل شدند. اما چرا واقعا آگاهی و هوش مصریه؟ در این دنیایی که ما زندگی می کنیم، هر آنچه رو که می بینیم با ریز شدن در ساختار اونها، حتی بعد از گذشتن از اتم و پروتون و ذرات بنیادی، از انرژی تشکیل شدن. یعنی بدن انسان هم در نهایت تجزیه شدن تبدیل به انرژی میشه. انرژی هم همواره در حال ارتعاشه و از فرکانس ضعیف تا قوی تغییر میکنه. به همین دلیله که شما زمانی که احساس خوبی دارید و شاد هستید، احساس سلامتی میکنید. روند بهبود بیماری ها بهتر میشه، دیگران رو بهتر درک میکنید و دنیا رو جایی بهتر برای زندگی میدونید. افراد ثروتمند آگاهانه یا ناآگاهانه خیلی قبلتر از این موضوع آگاه بودن. اونها متوجه شده بودند که افراد ثروتمند دارای ارتعاشات جذب پول هستند. به همین دلیله که برخلاف افراد فقیر با کار کمتر ثروت بیشتری اندوخته می کنن. اونها به زبان ساده پول رو جذب می کنن. به همین دلیل افراد ثروتمند از یک استراتژی محرمانه برای انتخاب دوستانشون استفاده می کنن. استراتژی فرکانس ثروت. اونها متوجه شدن زمانی رو که با افراد ثروتمندتر از خودشون سپری می کنن، احساس راحتی نمی کنن. بلکه احساس می کنن قسمتی از زندگیشون رو باید بهتر کنن. چیزی در زندگیشون کمه که ناخودآگاه شروع به پر کردن اون قسمت می کنن. یعنی درآمد بیشتر. می دونید فرق افراد ثروتمند با شما در انتخاب دوست چیه؟ شما دوستانی رو انتخاب می کنید که در کنار اونها احساس راحتی دارید. یعنی فرکانس اونها و توقعات اونها از دنیا با شما هماهنگه. وقتی احساس راحتی دارید، هیچ نیاز و انگیزهی برای پیشرفت پیدا نمی کنید و همیشه در همون فرکانس باقی می مونید. اما افراد ثروتمند دوستانی ثروتمندتر و بهتر در حوزه های مختلف زندگی نسبت به خودشون انتخاب می کنن. اونها می دونن اگر احساس راحتی داشته باشن، دیگه نیازی به پیشرفت ندارن و پیشرفت نکردن طبق گفته ابراهام مازلو یعنی پس رفت. اما برای ما راه حل چیه؟ یک بار دیگه دوستان نزدیکتون رو بررسی کنید. آیا احساس راحتی با اونها می کنید؟ خب، لازم نیست با اونها قطع رابطه کنید. فقط زمان کمتری رو با اونها سپری کنید. در عوض، در چه حوزه‌هایی در زندگیتون می خواید پیشرفت کنید؟ درآمد، رفتار و آداب اجتماعی، نفوذ یا سلامتی؟ بگردید و افرادی رو بهتر از خودتون در اون حوزه ها پیدا کنید و با اونها دوست بشید و سعی کنید وقتتون رو بیشتر با اونها سپری کنید. این استراتژی ساده به شما کمک میکنه در مدت زمان کوتاهی آگاهی شما از جهان اطرافتون افزایش پیدا کنه و هوش سرایت کرده از دوستانتون به شما کمک کنه سطح درآمدتون به صورت باور نکردنی افزایش پیدا کنه. کاری که شما قرار انجام بدید اینه که فقط با افرادی بهتر از خودتون در زمینه مشخص دوست بشید و اونها رو در دایره دوستیتون داشته باشید که همواره در کنار اونها احساس راحت نداشته باشید و بخواید بهتر بشید تا با اونها همسطح بشید. حالا فکر میکنید دوستانی که الان دارید به شما کمک میکنن درآمد بیشتری داشته باشید و پیشرفت کنید یا با دوستی با اونها پیشرفتی در شما صورت نمیگیره؟ پاسختون رو در کامنت ها بنویسید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. یادت باشه زمانی که اهداف میلیون دلاری داری، اطرافتو با آدمایی که هدف 1,000,000 تومانی دارن پر نکن. پیروز و سربلند باشید.